دو شهروند آلمانی در حرم امام حسین علیه السلام عقد ازدواج خود را جاری کردند. خانم آتنا ترکمنی و آقای سید سینا عمادی که هر دو اهل فرانکفورت آلمان هستند، آرزو داشتند که در روز عید قدیر خم در حرم امام حسین علیه السلام ازدواج کنند. آنها به دنبال راه حلی بودند که به آرزوی خود برسند. روابط عمومی مجموعه رسانه امام حسین علیه السلام تمام تلاش خود را به کار گرفت و با هماهنگی با مسئولین حرم مطهر حسینی و همچنین هماهنگی با حجت الاسلام و المسلمین سید مهدی حسینی شیرازی، فرزند مرحوم آیت الله العظمی سید محمد شیرازی قدس سره و امام جماعت حرم امام حسین علیه السلام، به خاطر دوری مسافت عقد خود را به صورت اینترنتی در حرم امام حسین علیه السلام برگزار کردند. لازم به ذکر است که جوانهای فراوانی هستند که با چنین آرزویی زندگی می کنند. مجموعه رسانه امام حسین علیه السلام به خبرگزاری اخبارشی اطلاع داده که علاقمندان می توانند برای اجرای خطبه عقد خود در حرم امام حسین علیه السلام با روابط عمومی این سازمان هماهنگی کنند. گفتنی است حجت الاسلام و المسلمین سید مهدی شیرازی بعد از قرائت خطبه عقد توصیه هایی به این زوج جوان داشتند که با هم میبینیم و میشنویم. از برای خوشبختی یک زوج جوان، اگر شما به این دو سفارش از امروز عمل بکنید، یک عمر طولانی شما در کنار هم دیگه خوشبخت زندگی خواهید کرد. سفارش اول که بعضی از بزرگان تعبیر کردن از این دو سفارش به راز و رمز خوشبختی، سفارش اول ایمان. ایمان یعنی چی؟ یعنی شما دو هر دوتا باور کنید خدا داره شما رو میبینه. اگر شوهر باور کرد خدا داره میبینه تش، نسبت به حقوق همسرش کوتاهی نمیکنه. اگر زن باور کرد از صمیم قلبش، از اعماق قلبش باور کرد که خدا داره میبینه تش، نسبت به حقوق شوهرش کوتاهی نمیکنه. اگر نه زن کوتاهی کرد، نه شوهر کوتاهی کرد، حقوق همدیگر رو کاملا پرداخت کردن، زندگی با سعادت رو خوشبخت خواهند. اساس مشکلات از کجا شروع میشه؟ وقتی که شوهر نسبت به همسرش کوتاهی بکنه، یا همسر زن نسبت به شوهرش کوتاهی در حقوق بکنه. این کلید مشکلات قدم اول، گام اول میشه.